سرخط مهمترین خبرها. پنجشیر و نبرد مخفی طالبان. واشنگتن پست: طالبان جنگ پنجشیر را مخفی می کنند. طالبان یک عضو جبهه مقاومت را در بغلان تیرباران کردند. در تیراندازی افراد مسلح در بلخ 4 طالب کشته شده است و اختلافات داخلی طالبان ولسوال بلخاب سرپل را کی تعیین می نماید. به نام خدا و با عرض سلام. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این کانال. آرزومندیم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه 8 صبح در برگه فیسبوک خود می نویسد: اختلافات داخلی طالبان ولسوال بلخاب سرپل را کی تعیین می کند؟ منابع محلی در سرپل می گویند که جدال بر سر تعیین ولسوال بلخاب این ولایت بار دیگر بالا گرفته است. منابع محلی به روزنامه 8 صبح می گویند که مولوی مهدی مجاهد از فرماندهان سلب صلاحیت شده طالبان در ولایت سرپل روز سه‌شنبه 17 جوزا فردی از نزدیکان خود را به جای ولسوال برحال طالبان در ولسوالی بلخاب معرفی کرده است. با گفته منابع، این اقدام مولوی مهدی با واکنش مسئولان محلی طالبان در سرپل مواجه شده و قماندان امنیه این ولایت با صدور اعلامیه ولسوال قبلی را تا معرفی چهره جدید به عنوان ولسوال بلخاب معرفی کرده است. اختلافات درونی میان مولوی مهدی مجاهد و طالبان پس از برکناری او از سمت ریاست استخبارات ولایت بامیان بالا گرفت. 8 صبح بلخ. منابع محلی از بلخ در شمال کشور میگوید که در نتیجه تیراندازی افراد مسلح بر طالبان در این ولایت 4 طالب کشته شده است. منابع محلی از بلخ روز چهارشنبه 18 جوزا به روزنامه 8 صبح میگویند که این تیراندازی سه‌شنبه شب در مربوطات ناحیه 5 شهر مزار شریف انجام شده است. با گفته منابع، 4 مرد که سوار بر 2 اراده موتورسایکل بودند 4 طالب را در ساحه نساجی شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برگبار گلوله بستند. منابع می افزایند که مردان مسلح پس از تیراندازی بر طالبان جنگ افزارهای آنان را گرفته و از ساحه فرار کردند. در همین حال منابع محلی در ولایت بغلان می گویند که طالبان یک عضو جبهه مقاومت را در این ولایت تیرباران کردند. منابع محلی در ولایت بغلان روز چهارشنبه 18 جوزا به روزنامه 8 صبح می گویند که طالبان روز سه‌شنبه یک تن از اعضای جبهه مقاومت ملی را در ولسوالی تاله و برفک این ولایت تیرباران کردند. و اکنون پنجشیر و نبرد مخفی طالبان. واشنگتن پست: طالبان جنگ پنجشیر را مخفی می کنند. پس از ماها جنگ، واشنگتن پست گزارشی از جنگ پنجشیر منتشر کرده است. در گزارش این رسانه آمده است که طالبان تلاش زیادی برای پنهان نگه داشتن نبردها در پنجشیر کردند. واشنگتن پست روز چهارشنبه 18 جوزا با نشر گزارشی گفته است که نگاه اجمالی به جنگ پنجشیر انداخته است که وجود هزاران نیروی طالب در این ولایت را نشان می دهد. در حالی که آنان وقوع هر نوع تحرکات نظامی در پنجشیر را رد می کنند. این رسانه افزوده است مقام های طالبان صراحتاً وجود هر گونه خشونت در این منطقه را رد می کنند، حالان که هزاران نیروی این گروه در سراسر دره قابل مشاهده هستند. واشنگتن پست گفته است که عملکرد خشونتبار طالبان در پنجشیر این ادعا که حاکمیتشان صلح را به ارمغان آورده و جنگجویان آنان قادر به تأمین امنیت هستند خونسا می کند. نصرالله ملکزاده مدیر اطلاعات محلی طالبان در پنجشیر گفته است اینجا همه چیز خوب است، اصلا درگیری وجود ندارد. در این گزارش به نقل از باشندگان محل آمده است که حمله به مواضع طالبان یک اتفاق عادی است و ده‌ها نفر تاکنون کشته و برخی از غیر نظامیان به گونه گسترده زندانی شدند. در همین حال در گزارش آمده است که طالبان دسترسی رسانه ها به دره پنجشیر را محدود کردند. در ادامه آمده است که یکی از دکانداران در ساحه گفته است که هیچ کس نمی داند که اینجا چی اتفاقی افتاده و هیچ کس اجازه ندارد به اینجا بیاید. با گفته واشنگتن پست، این دکاندار از حضور خبرنگاران این رسانه در ساحه حیرت زده شدند.
با این حال طالبان به این رسانه اجازه پوشش رسانه پنجشیر را دادند، در حالی که هیچ رسانه داخلی به جز رسانه های وابسته به طالبان اجازه پوشش اخبار این ولایت از نزدیک را ندارد. با گفته باشندگان پنجشیر با واشنگتن پست، درگیری ها از پایان ماه مبارک رمضان افزایش یافته است. یکی از بزرگان قوم به شرط افشا نشدن نامش گفته است حملات وحشیانه تر شده است، زیرا تلفات در هر دو طرف افزایش یافته است. او شاهد بوده است که جنگجویان طالبان پس از متحمل شدن تلفات در یک حمله تعدادی را اعدام کردند. در ادامه این گزارش که نشان دهنده نبردهای خونین در پنجشیر است، به نقل از باشندگان آمده است. آنان می‌خواستند همه ببینند و اجازه نمی‌دادند که مردان او را برای دفن منتقل کنند. زنان را مجبور کردند جسد را به قبرستان ببرند. با گزارش این رسانه آمریکایی، نیروهای طالبان را میتوان در همه جای دره مشاهده کرد و تجهیزات نظامی پیشرفته در امتداد باغ‌ها و رودخانه‌ها قرار گرفته است. داد محمد بطار، فرمانده سابق قطعه سرخ طالبان در لغمان، اکنون یکی از رهبران ارشد نیروهای ویژه این گروه در پنجشیر است. او گفته است وضعیت اینجا کاملا خوب است. ما به گشت زنی می‌رویم، اما هیچ عملیاتی انجام ندادیم. ما عمدتاً اینجا هستیم تا روی پرونده‌های جنایی تمرکز کنیم. این گزارش در حال نشر شده است که در پی نبردهای شدید بین طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی به دو طرف تلفات زیادی وارد شده است و در موارد پس از این نبردها گزارش‌های از اعدام و شکنجه غیر نظامیان توسط طالبان منتشر می شود. این در حال است که طالبان برای پنجشیر والی جدید گماشتند. هشت صبح پنجشیر. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که طالبان همزمان با اوجگیری نبردها با جبهه مقاومت، مولوی محمد نسیم نوری را به حیث والی پنجشیر گماشتند. با گفته منابع، هبت الله خونزاده رهبر طالبان به تازگی محمد نسیم را جاگزین مولوی قدرت الله امینی والی پنجشیر کرده است. منابع می افزایند که والی تازه گماشته شده طالبان برای پنجشیر باشنده ولایت هلمند و پشتون است. مولوی محمد نسیم در حال جاگزین مولوی قدرت الله امینی شده است که پیش از این منابع مدعی بودند که طالبان بومی پنجشیر صلاحیت رهبری جنگ با نیروهای جبهه مقاومت ملی را ندادند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. وقتتون خوش. خدا نگهدار.